امروز در برنامه ما تبلیغات ریاست جمهوری به پایان رسید انصراف قاضیزاده هاشمی و زاکانی از انتخابات ریاست جمهوری خالیباف جلیلی پزشکیان و البته پور محمدی چرا شانس آقای جلیلی بسیار بالاست اصلا هم اعتلاف نیخواییم تا تا <تص> خبرهای دیگه داریم از بیشرفی لیبرال ها خواهیم گفت از جواد زریف خاک بر سر تا بالاخره بعضی از این قالیبافی های خجول هم از خجالتشون در خواهیم آورد و, و منطق که میارن که مرغ پخته به خنده میفتد رای فیپور و جپه صبح ایران هم سرانجام از آقای جلیلی حمایت کردن و تا خبرهای دیگه البته دوستان مثل همیشه به ریش داشته و نداشته براندازان دیوپیلی سخت خواهیم خد امریز که کار ماست راه ما اما اون مسی کار ما سلمو یا به قول ننه ما با سلمو اگر نومسی مسی کار مثل ایچه چپ کنیم به نظرت خالو کسونم پسکل درسونم خب دوستان عزیز با اقتدا به مولایم سرورم آقا امیرالمومنین با هم دیگه یا علی میگیم و میریم تو کارش سلام هموطنان ما در باکو تالش نخ جوان سلام هم زبانم در کشمیر اندوستان پاکستان تاجیکستانی های عزیز افغانستانی های گرامی فارسی زبان ها در سمرقند بخارا فرخانه شیان کویت بعد ال جنوب عراق جنوب لبنان بچون انصار یمن شیخ زگزاگی و یارانش و سرتاسر دنیا اونایی که صدای ما رو میشن بیش از چل روز از شهادت شهید جمهور ما میگذره زنده ابراهیم رئیسی و چقدر زود گذشت ببینید دنیا برادران محل گذر است خوب یا بد میگذره مثلا من اون تاریخ که میخونی نمیدونم قصه صدر اسلام که میخونی میگی خدای من الان ببین از اون تاریخ 1300 سال 1400 سال گذشته عمر تموم شد بالاخره اسم نیکی میمونه بالاخره اونی که حد در جای درست ایستاد اونی که انتخاب درست کرد آقا تو میتونی عمری با باطل باش اصلا باطل عمری میتونی اصلا نه نماز بخونی یک لحظه با یک تصمیم درست نکوکار بشی مثلا حضرت هر اون لحظه آخر آخه بد بخیر شد امروز هر کجاست مثلا عمر ابن سعد کجاست شمر ابن زلجوشن کجاست بقیه کجان پس تصمیم خیلی مهم عبادت بدون شناق پنج قرو به درد نم خوره خلو شیطان هم عبادت میکرد برا خدا شیطان میگن هر سجدش دو هزار سال انسانی بوده دو هزار سال آقا یه جای تمرد کرد در مقابل حقیقت ایستاد همش به فنا رفت اینه که مواظب باشیم در شناختمون در تصمیم فقط اون چیزی که واقعا باورمندیم و رضای خدا درونه است حالا آدم که تو شناختش گاهی وقتا شناخت من بین دو لیوان این لیوان می... شناختم این آقا حالا فکر میکردم مثلا این آب خوبه این سرده این گرمه حالا این مشکلی نی اما گاهی و هست که تصمیمات ما در اثر بالاخره ها به دنیاست جیفه دنیا برادر پول های کسی که زعی بر اوبر ایای خالو بله خب اما بریم تو برنامه آقا ساعت هشت صبح امروز تبلیغات تمام تبلیغات تموم شد آقای دیروز آقای قاضیزاده زاده و امروز هم آقای زاکانی کنارگیری کردن و هم آقای قاضیزاده زاده و هم آقای زاکانی گفتن که خواستیم به قول معروف هم مشارکت حداکثری باشد هم بالاخره خدمات دولت جمهور رو ارائه کنیم و فساد طرف مقابل و آقا و این توییت آقای زاکانی که ایشون در این توییت میگه که تا پایان زمان قانونی رقابت ماندم اما تداوم راه شهید رئیسی مهمتر است مهمتر است از جلیلی و قالیباف میخواهم وحدت کنن و مطالبه به حق نیروهای انقلابی را بی پاسخ نگذارن و مانع از تشکیل دولت سوم روانی شود اگر هم شود حق منتات هم بعد بریم فوش بدیم به رهبری چرا اون زمان میگفتن همین لیبرال ها رای دادن به روانی بعد گند کسافت روانی که اومد بالا فاش میدادن به رهبری چرا رهبری برکنارش نمیخوره خب تو خوب انتخاب کن رهبری برکنارش کنه که متهم بشه به دیکتاتوری متهم بشه به نمیدونم در مقابل رأی جمهوری دادن خر خودتی گمال الان خوب انتخاب کن نه با احساسات بسیاری از ما ایرانیان ببخشید این مسئله حالا یکی از تو یکی از اخوان ولی نمیخوام بگمش که عقلمون داره ما تحتمونه این حقیقت آقا اول کار میکنیم بعد فکر میکنیم اول رای میدهیم بعد به تبعات رای دادن مف چرا ای چرا این کار کردم ای این چی بود من آقا چه مسخره بازیه ملتی که آقا لعنت بر این لیبرال دموکراسی چقدر حال به هم زن این بازی و باعث میشه آدما رو روبروی روی هم قرار بگیرن پوپوش کنون میشه اصلا بی اخلاقی اصلا گفتم در لیبرال دموکراسی شالاتان ها و دروگو ترین و اینا موفق هن آقا و البته کسایی که پول زیاد دارن بینی سه چه پیلای خرد بی دخال و بیا بینمت بله آی زاکانی میگه از مردم عزیز و امران سپاس و از ملامت دشمنانم نه راستیدیم بالاخره آقا دمت گرم آقای زاکانی آقا قاضی زاده آشمی خیلی مردی تا تا نیاز نیست آقا قالیباف و جلیلی بماند وزنشون مشخص بشه آقا اگر ما میگیم قالیباف بره کنار خب رأیش بیاد واسه آقای جلیلی اشکال نداره یا بالعکس انتخابات میره دور دوم یا پزشکیان و جلیلیه که احتمالش خیلی بالاست یا پزشکیان و قالیباف بالاخره رأی اینا به همدیگه میرسه تو دور دوم در میان از این لحاظ باکینی برادران اما خیلی چیزا مشخص شد آقای جلیلی رفتن مشد مشد کولاک کردن خدا وکیلی برق تو مشد بالاست نه بقیه تو سالن سینما و سالن های سرپوشیده 500 نفره هزار نفره نه ورزشگاه تختی آقا چوب مینداختی زمین نمیافتاد به 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 دم مردم مشد گرم آقا اصلا لات سولف جونتو به جون سرگن زیبا کلام اصلا قصه قصهشو نکو ناراحت به بوام سیت <applause> بله ببینید مشهد قهرمانو ماشاءالله اینه مردم اینه نظر ها اینه حالا برید پول بدید به روات و پول بدید به فیک نیوز و به پروژه به گیران توییتری و نمیدونن فلان یه چهار تا رپورتاج به بعضی این آدم های بالاخره در لباس مداح و فلان و طرف تا دیروز دشمن قالیباف بود امروز میاد از قالیباف حمایت میکنه خب آقا اه برادران این چیزی توشه این حمایت یک شبه خب بیدلیلی دلیلی این میمونه رزا فردا بیاد یه دفعه از آقای پزشکیان و قالیباف حمایت کنه آقا انگشت تو چشم نمیکنی رزارخشان تو دیروز داشتی باشو فش میدادی اون در میاد چطور الان میای از چه طرف داری میکنی؟ اصلا رود میشه خجالت نمیکشی؟ آقای پنایان تا دیروز فاش میدادی به خالی باف یادمون رفته آقا آلزایمر نگرفتی والا به جون سرگن زیبا کلام الان آلزایمر نگرفته من خالو خاک بر سر زیبا کلام نمی نویسید آقا لیبرال ها پزشکیان فزشکی ها اینا یعنی خاک بر سر زیبا کلام یعنی تداوم همون راه ای برارو خاک بر زیبا کلام یک ایدولوژی خاک بر سر یک ایدولوژی نه خاک بر سر یک شخص که امروز نمادش زیبا کلامان بنویسید با بنویسید با بازم در مشهد خواهیم موند بخ بخ ملت شریف مشهد اما کار تموم کردن فکری نیوز آلا جمع شدید روبات ها بیایی آلی با فجول حالا لولو درست بکنید بمونید ما میخوایید بمونید شما ملت و زهر اون کس رو میکنند و ما پیروزیم پیروز است آقای جلیلی پیروز است چه بخواد انصراف بدن چه بخواد انصراف ندهن انصراف هم ندهن میره دور دیوم در میای ببین لیبرال ها بسیج نیروز چون از دست دادن برور تمام دکپوز پوز لیبرال ها به طبقه متوسط بود طبقه مرفه طبقه متوسط طبقه متوسط شهری این طبقه متوسط شهری خوشبختانه امروز سرخورده خ... سر و ناامید و بالاخره قره قره و فلان جای اسب رستم <applause> و بسیج نیروشون از دست دادن یه زمانی آقا اشاره میکردن و ازشگاه دوازه هزار از نفره رو پر میکردن اصلاح طلبا در سال 96 اون اون کارنوال ها رو به راه مینداختن ندارن آقا مجبور جواد زلی ایتاری بکنه عکس بگیره خودشه جیغ تافیق خودش بزنه به هم چیزی ندارن آقا مشارکه کردم بین چلاش پنجاه درصد زخم قطعا در دور دوم آرای بسیاری از این جریانات انقلابی که با آقای قالیباف رای دادن به آقای جلیلی رنگ خواهند داد لابد بعد اون موقع آقای قالیباف میخواد ماست ریخته شده رو خرج امامزاده بکنه خواتی تاتا تا. خواتی آقای قالیبافی که هرچی داره مدیون اصلاح طلبان آقا آقا اصلاح طلبان رئیس مجلسش کردن با اطلاف اصلاح طلبان ایشون رئیس مجلس شد تو مناظرم یا تو سال 96 که در می آخر را به نفع آقای جلیلی کنار رفتن در 92 ژنرال گازنبوری ژنرال نمیدونم هلدینگ یاس حقوقای نجومی ببخشید املاک نجومی فساد زن قالیباف اون خیریه که درست کرده بود آقا شما الان به من بنویسم توی اینترنت بزنم فساد قالیباف ماشاءالله حتی ویکیپدیا هم در مورد فساد قالیباف مطلب داره اون در رمیم بیا فساد تاتا قاری بله رسوای واگذاری املاک شهرداری دو هزار مورد تخلف در واگذاری بازپسگیری برخی املاک نمیدونم تخلف مالی در سال 93 انعقاد قرارداد سوری برای استفاده در تبلیغات انتخاباتی پرداخت رشوه 60 میلیارد تومانی برای جرگیری از تحقیق و تفحص پرونده ایسا شریفی کارنامه دور مدیریتی خاک بر سر اشتری گمال که من متنف اشدری اش پوست, خربزه پوست گذاشتن زیر پاش سیسمونی یعنی چه مملکت اپلی اپو کردن سیسمونی اگر دختر خالی باف میاد من براش میارم از کجا میخوای برات بیارم بالاخره اینقدر رفیق داریم تو آمریکا تو اروپا آقا بگو من برات میفرستم سیسمونی یعنی چی مسخره کردید هزار دلار دو هزار دلار اتفاقا این یعنی چی یعنی تخفیف دادن موضوع اصلی به یه سری به یه مسئله خیلی فانتزی و بیارزش پوست خربزه گذاشتن جلو پای اشتری بعدم آخرم ضربه رو بهش وارد کردن آخرم به خاطر اینکه حرفی چیزی نزه فوری بردن زندان خب باید قوه اجایی به فرمود زیاد عمل میکنه همونطوری که سبا آزرپیک و, و نمیدونم یاشار سلطانی و اینو سری قبل انتخابات فرستاد چون هلفتونی چیزی نگن آبرو بیشتره این شخص بره آقا بس سیسمون... بعضی از دوستان دیدم دیدی پروانه سیسمونی هم دروغ بود و فلان آقا سیسمونی یعنی چی سیسمونی از کدوم در معلومه این یه پروپاگاندایی بود که احمق فریبشون خورد مملکت هپلی هپو کردن اینا سیسمونی سیسمونی یا میان خرج از شهدا میکنن آقا خواهش میکنم تن این شهدا تو گور نلرزونی حاج خواستم چهار سال پیش فوت کرد شهید شد تو این چهار سال خیلی اتفاق افتاده یعنی واسه رأی همه رزالتی تن میدن یا یکی از این برنامه سازان یوتیوبی حالا دیگه اینقدر بهش پرداختیم ارزش نداره اسمش ای بیاریم از این خالی های خجول خیلی بد آدم قالیبافی خجول باشه یعنی نتونه جرئت نداره یعنی احساسش در عین اینکه طرفدار قالیبافه احساس شرم هم داره بلکه داره اكيد دفاع میکنه هر چی قالتاق داره برش پدر های مافیایی داره بر قالیبافن ببین منطق این قالیباف خجول چی میگه تاش کارت بله میشناسیده ما چی بگم گوید پر دمم اوه نا قیرنم کارم خروه <applause> میگه در عجبم از جماعتی که به خودشون از بلایی و عاشق هاج قاسم اما انتخابشون در مجلس حمید رسایی است در عجبی بله هاج قاسم موافق فسادهای این شهر قلی باف بود <applause> بله که زشترین اهانت ها را به هاج در کارنامه دارد یک طرف حمید رسایی است طرف دیگر سردار حاجی زاده با احساسات جوگیرانه درست انتخاب کنید تمام سرداران مقاومت شما را راهنمایی کردند ببینید از سرداران سپاه هم دارن تو این وسط استفاده سو استفاده سپاه حق نداره تو سیاست دخالت بکنه سپاه یه بار غلطی کرد تو دوره محمودی اومد از معموتی حمایت کرد محمودی هم خود طب. ت... به قول معروف تقش اومد و دیگه سپاه دست خود چه داغ کرد که بیاد حمایت علنی و رسمی از یک کاندیدا بکنه کجا سپاه رسما عل... به علنا گفته خیلی از سردارانی که به حالا نگفتنم چیزایی گفتن بعضشون چیزایی دیگه گفتن بعد حمید رسایی چی؟ حمید رسایی دزده؟ دوز... پرونده فساد داره حمید رسایی؟ تو از جلیلی که شخص پاک دست یه چیزی پیدا نکردی چسبیدی به رسایی حمید رسایی بدتره یا مافیایی مثل انابستانی یا مثل رجب رحمانی که خودش یه پدرخونده مافیایی یا مثل حسنوند که اینا همه پدرخونده های مافیایی تو به رسایی چسبیدی رسایی یک سر سو در پرونده فساد نده اتفاقا داغتون از رسایی که روبروتون ایستاده <applause> تشوانه به تو رزو... ر... رسایی درزم جلیلی وامدار نه رسایی نه مسایی نه کسی دیگه یعنی اینقدر دستشون خالیه دارن سرشون به دیوار میزنن بیدار شوی تا کشور در حالی که با خون شهید رئیس شهید رئیسی خب با آقای جلیلی جیک تو جیک تنها کسی که تو مناظرات واقعا با شهامت خودشو ادامه دنده راه شهید رئیسی عنوان کرد آقای جلیلی بودن قالیباف چی؟ قالیباف یه انتقاد ازش نکردن لیبرال ها به این گردنم هم قسم همین موندن قالیباف به فرموده خیلی آقا چقدر پاس گل گرخ... لیبرال ها, ها به قالیباف دادن اگر جواد زلیل میگه هیهاد من چای دفش چرا نگفت هیهاد من گوهل دینگ یاس چرا نگفت هیهاد من املاک نجومی چرا نگفتن هیهاد من خیری زن قالیباف چرا اینا رو نگفتن چون قالیباف داره واسه شون کا بازی میکنه قالیباف متحدشون همونطوری که رئیس مجلسش کردن قسم جلاله خور که وارد انتخابات نشه قسم سرش با خالی بافت قسم چی کش که چی این امامزاده تو تا تا اینقدر امامزاده به درد نخوری که جرأت نمی کنید علنا بگید ما میخوایم به قالیباف رای بدین خجالت زده از سردار حاجیزاده خرج میکنید از خون حاج قاسم که چهار پنج سال قبل شهید شده دارید خرج میکنید. شر بر شما باد. حاج قاسم یه چهره ملی خرابش نکنید. واسه ای الدنگ خرابش نکنید حاج قاسمو. کاری نکنید حاج قاسم مورد توف و لعنت ش... شیاطین قرار بگیره. یا سردار حاجی زاده رو. دامان ای افراد آلوده به این مسائل سیاسی نکنید. یا مثلا چو انداخته بودن که حسن نسولا گفته این هم از طرف همین قالیبافی بافیا بود زنگ زده حسن نسولا که جبهه انقلابی و وحدت برسه منظورش این به نفع قالیباف جلیلی و اینا بکشن کنار خود سید حسن گفت اصلا ملت ایران رشید ما همچی جسارتی به خودمون خیلی نمی که همچی توحید بکنی به ملت ایران یعنی از همه رضالت و پستی اینا استفاده کردن واسه رأی گرفتن برای قالی باف شر بر شما باد. ببینید کلی پیامک دارن میفرستن با چه مزمونی خراب کردن جلیلی اگر جلیلی رأی نداره چرا اینقدر وحشت دارید کجا شما پزشکیان کوبیدی جس جلیلی رو شما لیبرالا برارون تونن دست تو تو یه گاسا بله این پیامکان رو میفرستن همین قالی بافی بعد میگن دارم از اعتلاف بزن اعتلاف با کی؟ اتفاقا خط آقای جلیلی خط انقلابی و خط ایدولوژی که باورمندان حقیقی به, از به نظام و انقلاب و شیعه مرتضی علی نه اون سکوشت کاسبن و بیشترشون حالا دارن هم آدم و جریان انقلابی ولی اکثرا این کسایی که ما دیدیم این هم باشه کاسب سیاسی واسه پول دنیا دین و دنیا آخرت چونو میدن طرف تا دیروز فاش میداد به قالیباف یک شبه قاب نما شده بیا جلیلی حزب الله است اما بسیار بسیار مدیر ضعیفی است حجت تمام نمیدونم حکمت سیاسی پناهیان الان بیشتر از برنامه به قدرت اجرا نیاز داریم پناهیان خیلی غلط کرد پناهیان خیلی بیچا کرد هر چهره سیاسی هر چهره نظامی هر چهره فرنگی امروز خود چه تو این بازی بگذارد با باید واسه غلط کردن و بیخود کردی و فاش و فضیحت باید خود چه آماده کند واسه رای به قالیباف در قالیباف چه حقانیتی وجود داره کجا زندگی نمیدونم زاهدانه و نمیدونم آنچنانی قالی باف داشت یکی از دوستان در نجفه یه آخری هم بخونم آقا یه آقا به وعده ها... به وعده اعتماد نکنید ببینید در گوشه شخص در گذشته شخص عملی هست این وعده را تایید کند یا نه بایم. گفتم از افراد استفاده میکنن کارآمدی با حرف قابل تشخیص نیست به عمل برایت بله به عمل به فساد هولدینگ یاسم برایت هم با... به عمل املاک نجومی خاص خرجی رفقا به عمل آید خیلی به عمل آید راست میگی عمل شما اینان عمل براید یکی از دوستان تو نجف یه هتل پنج ستاره چند ای بانکی ها ایران نمیدونم بانک تجارت اینا ساختن میگه قالیباف اینا حتی اسلامشون هم اسلام اشرافیه میگه قالیباف میاد توی هتل پنج ستاره سوپر لوکس بعد تو محرم بعد میره نمیدونم اون ور پایین چه نمیدونم غذا میریزه نمیدونم چای خدمت به زوار امام حسین در هتل پنج ستاره اینا نوع اسلامشون هم همینه اسلام اشرافی اسلام بنی امیه ای از نوع شیعش البته داریم آقا زیاد داریم آقای نبویانم توییت زده و این حجماتی که به آقای جلیلی آوردنه در این دو سه روزه میگه مردم عزیز ایران طبق اطلاعات واصله قرار از عملیات بزرگ رسانه‌ای با هدف خارج کردن جناب دکتر جلیلی از عرصه رقابت ها آغاز گردد ضمن تکذیب و هر خبر و شایعه مبنی بر انصراف ایشان و با تاکید بر هوشیاری تمام حامیان انشاءالله به زودی جشن پیروزی جپه انقلاب را برگزار خواهیم کرد خیلی هم خوب بذار آقای قالیباف به لیبرال ها خدمت بکنه تمام نظر سنج آقای قالیباف هیچ شانسی ندارد کسی که شانسی ندارد موندنش یعنی خدمت به جریان رقیب بذار خدمت بکنه آقا ولی ما یادمون نمیره همانطوری که گذشتهش یادمون نرفته و انشالله در دور دوم انتخابات ضرب فنی میکنیم پزشکیان پزشکیان هم خیلی باگ داره آقا کلی الا ماشالله یه آدم ضعیف یه آدمی که نه مدیر توانمندی با خل پور محمدی گفت با رئیس یه بیمارستان نمیشه کشور رو اداره کرد تازه رئیس خوبی هم نبود رئیس هم نبوده با میگن جرای بیمارستان بوده <applause> همین جرای بیمارستان ببینید گمال که میبینید این دوست از آقای آکام سالهی منتشر کرد یک کرد با شرف وطن پرست ایشون میگه بذار من از چیز بخونم جناب آکام سالهی میگه که آقای پزشکان مبارزه با فساد را از شوهر خواهرتون شروع کنید ای داده بی داده شوهر آقای دکتر پزشکیان آقای دکتر پزشکان در حالی که بابا چه خبره آقای دکتر پزشکیان آقای پزشکیان دکتر نه آقا تو آمریکا خب این جامعه نخبه زده چیز ایران دیگه عقب مونده ایران آقای دکتر نمیدونم کی تو آمریکا باراگو با ما دکتر بود نمیگفتن پرزیدنت دکتر اوباما هی hey, اوباما با کلمه هی hey, هی hey, اوباما یا هی hey, باراک آمریکایی با اسم کوچیک صدا میزنن حتی با فامیلی هم صدا نمیزنن هی hey, جو دونالد زیر مشکلو باراک همین من تو ایران hey, دکتر ببین تحصیلات دانشگاهی واسه شغل داری پولشو میگیری دکترا دکتر قلابی هم زیاد داره حسن قلی دازم دکتر بیت <تص> 20 سال به اسم دکتر خورده بود بعد انگلیسی های دکتر بهش دادن اونم انگلیسی هم بلد نبود دکتران با چه زبونی سالا رو جواب داده خدا داند نوبت به لوری جواب داده هی زیر زیر رو ببینیم چه, چه نوشته <تصحيح> بله آقای دکتر پزشکیان آقای دکتر پزشکیان در حالی که شما بارها و بارها در میتینگ و مناظرات انتخاباتی صحبت از پاکدستی و مبارزه با فساد میزنید شوهر شما آقای هبه رئیس هیئت مدیره شرکت تابونی فراگیر مسکن ساز ایثار چی شرکت رئیس هیئت مدیره شرکت تابونی فراگیر مسکن ساز ایثار و از نزدیکان شما آقای هه اول چی بود هب بعد حالا شد هه مدیر این شرکت با وعده اعطای زمین و مسکن به ایسارگران و خانواده شهدا از بیش از هزار ایسارگر و خانواده شهدا مبلغ هنگفتی گرفتن و زمین آپارتمان اتا, کردن نکردن و 18 سال از خانواده ایسارگران شود و و قطع نخواهی در حال پیگیری احقاق حق خود از شوهر شما هستن اما شوهر شما علا رقم محکومیت به یک سال حبس از پرداخت دیون این خانواده خودداری کن می کند و مدیر شرکت که از نزدیکان شماست متواری و هنوز بعد از 18 سال دیون خانواده شهدا و را پس نمیدهد. زور دار آقا دهم خولو. اجی مخاگره اجی جرعت داره کسونم نداره خالو اگر میخواهید با تبعیض و دردش بابا با پزشکان با تبعیض خود نمیتونه مبارزه کنه خاک بر سر اونی که دخیل میبنده به امامزاده بی امام غیرت خاک بر سر کسی که خودش من میگه نمیتوانم بلد نیستم نمیشود به چیش داری رای میدی فردا فاش بده به نظام گرونی شد فلان شد فاش بده به نظام همین بی رو که آوردید فردا فاش کنید نظام رو چرا رهبری اونو بر خورم دنگ تو بهش رای نده بی عقل بهش رای نده چهل پنج سال کارنامه فساد و کارنامه وحشدناکی این جماعت جلو چشمت اگر نمیبینی دیگه کوری زده تو چشم دیگه بعد این جوالق زیر مشکلون هم بینید این نیتل یه دو تا پس بازنیش میره تو زمین شوهر امه پزشکیان بیا ای گمال اینه تو افته قیافت بر اجایی کجاست؟ اجایی همه خرمنجا من یه فایلی از یکی از کانال ها پر مخاطب تلگرامی منتشر شده در مورد زده بندی که هاشمی گور به گور شده به ریخ رفته یه مستره و فره که در حین دستشویی در حین نجاست تلپس رو دستشویی و خاک می سرد می چرا هیچ فیلمی از غر شدن اکبر نی بابا اکبر می مستره و مرد افتا سر نجاست خود حتی فرصت نگر سیفون بکشه بدبخت خیلی بده آدم مرگ این داشته باشه خو از روی شیر مادر جون من اینطور نگیر آدم بذار تمیز پرچه پاک باشه بوگن نده <applause> بله خود شد او جانگیری کلنگ پت با این زنگنه قلتاق با چهار نفرن جانگیری و زنگنه و رسمنجونی و حسن قولی دوست اینا قبل انتخابات 92 میگن بابک زنجانی این نزدیک به مموتی ببین ما مبارزه با فساد مو هم خب جناهی بود مثلا آقا زمانی که قدرت دست کی بود زمانی که قدرت دست اصلاح تل... مثلا انقلابیامو و مموتی کی رو درازش کردن شهرام جزائری رو شهرام جزائری رو چرا دراز کردن چون نزدیک بود اصلاح طلبان 300 میلیون به کروبی داده بود خیلی پول بود اون موقع نمیدن 300 میلیون 350 میلیون به خاتمی داده بود و با همه رشوه داده بود خریده بودنش زمان حسن قلی خب زمانی بود که ما شدیدن تحت تحریم بودیم افرادی مثل رضا زراب و بابک زنجانی اینا تحریم رو دور میزدن شرکت های سوری درست میکردن و با این شرکت های سوری تحریم رو دور میزدن گویا پالسی دولت آمریکا به اوباما میده به اصلاح طلبان که باید این دو شخص رو بزنید کاری کنید که بابک زنجانی نتونه تعهدات چه بده رضا زراب در آمریکا ما زندانی میکنیم شما هم بابک زنجانی رو در ایران اصل این موضوع اینه ببینیم این فایلو تازه هم منتشر شده یکی دو روزه تا یه خاک بر سر بگیم بر سر تا بگیم برای چی این خاکا باید برود برارون اصلا ردخور ناره شیر مادر بله تشخیص مسلحت نظام جلسه با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع بیژن زنگن وزیر نفت اسحاق همی زنگنه که تو پرونده کرسند نزدیک بین 80 تا 100 میلیارد دلار به ایران آسیب زد همین هشت سالم معروف بود به شیخ الوزرا هم وزیر حسن خاتمی بود هم حسن خالی دوز جهانگیری معاون اول رئیس جمهور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه یه هم جواد ظریف بله بله چه برگزار می شود در آن جلسه عنوان می شود بابک زنجانی جزء تیم محمود احمدی نژاد است و به دهکار مانده و نباید زمینه تصویه حساب او مهیا شود و در این زمینه هم جنجال رسانه ای بپاشه امد. این فایل صوتی واسه اولین بار داره منتشر میشن توی دیروز از دیروز گور به گور شده اینه میگه میگه و اینجوری که باید کار این مسئولیت رو به بپذیرن منم اینجا به شما کمک میکنم این مسئولیت بسیار خوبیست زنگنه کار بسیار خوبی است داره دنبال میشه کارهایی باید بکنیم که اثرگذار باشه کارهایی که اثرگذار باشه به دلیل برخی از ملاحظات پخش این فایل رو منتشر کنیم بله هاشمی یه بار دیگه برگردیم هاشمی میگه نوچه همین بابک زنجانی سب یه بار دیگه <تصفح> بله میگه هاشمی میگه زنجانی نوچه امیناز چند روز گیر کنه پته همه رو میرزه روی آب رئیس قوه قضایه کیه؟ صادق لاریجانی برادر علی لاریجانی جز تیم رسمنجانی همه چی جور با هم دیگه دیگه سر صدا کنی در غیر این صورت بازنده ای. نگذارید تصفیه کند زنجانی آقا ما با باندهای مافیایی خطرناکی روبرو هستیم که باندهای مافیایی سیسیل در مقابلش هیچه اونم در شرایطی که کشور تو تحریمه ببینید چطور با جون مردم نظام میخوان به بنبست بکشونن وضعیت مردم خراب باشد تا آقایون برای من تسلیم نامه رو امضا کنن هدف اینا تسلیم نامه ایران بود که خدا کمکی کشور کرد به این آرزوشو نرسیدن ولی آقا سال من اینه آقای قوه قضایی شما قطعا از خیلی وقت پیش در جریان این فایده ای ریس زده بنده بودید چرا این باند تبهکار مافیایی رو شما از هم نپاشوندید تازه امروز طلبکارن و تو عرصه سیاست در ایران هستن و میخوان دولت لیبرال جدید بیارن دوباره همین باندای مافیایی و پدرخونده ها و همه رو دوباره میخوان بیان سر کار چرا بیژن زنگنه که یک قلم پروندش اون فساد کرسند بوده اینم عزیز زده بنده شما ای آقا همچنان داره ترکیازی میکنه و همچنان هستش به ریش همه ما هم میخندد کسی که یک پالایشگاه نساخت و با جسارت هم گفت نمیسازم آلودگی هوا داره با آقای اولاند خول دادیم ماده پاریس آقا خدا وکیلی این کشور ما رو یه نیروی مافوق یه نیروی دیگری دارد پیش میبرد که ما تا کنون نابود نشدیم با این حجم از خیانتها با این حجم از ها، با این حجم از ترک فعلها خدا رحم کرده که ما از بین نرفتیم آقا په ما نهادسازی کردیم واسه چی دولت سازی کردیم برای چه کاری تفکیک قوا و نمیدونم این چیزا چه معنا میدهد اگر مستقل نباشن به فرموده عمل کنن اینجا به فرموده لیبرال ها عمل کردن هیچ کدوم از اینا نه محاکمه شد نه توبی قرار گرفت تو انتخابات هم برای هر کس با خالی با زاویه داشت الان زندانه خب اینم شد کار برادر من خداییست خدا رحم کرده به ما که وضعمون بدتر از این نشده خدا وکیلی اما اون افرادی که به آقای جلیلی و قالیباف رأی دادن که بعضی از این قالیباف خجولی نمیکنن تو چش, چش, چش چال ما ببینید ببینید حتی مثل اون پویانفر که با نظام تو فتنه فواهش این کلی جفتک میزد به نظام این از آقای خالیبا حمایت کرد هیچ کسی تمام کسایی که به آقای جلیلی اقبال دارن سر سوزنی با نظام زاویه ندارن ولی هستن کسایی که با نظام زاویه دارن در فتنه فواهش در کنارشون بودن امروز یا در کمپ پزشکیان یا در کمپ آقای خالیباف چرا؟ ببینید مدان و سخنران مشهور دیگه شاخ همه مدان استاد همه حاج منصور ارزی بوده دیگه بالاتر گنده تر از حاج منصور ارزی خب ما کسی رو نداریم دیگه اینا بقیه همه نوچه محمود کریمی و اینا نوچگان حاج منصور ارزی هست بله حاج منصور عرضی و اوجت الاسلام قاسمیان و آیت الله عراقی و اوجت الاسلام راجی و اوجت الاسلام یدالله یزدان پناه این برم محمود کریمی و علیرضا رضا و محمد بنی فاطمه و پویانفر و تاهری حسین و محمد تاهری کیا نشناسم حالا محمود کریمی پویان به خاطر لگدهایی هایی که به نظام میزنه میشناس وگرنه این مالی از اعراب نیست بله دیگه این نک پشت ایت آدم ها اینا هم نظری دارن چرا نظر اینا رو نظر این اشخاص برای من حجت نی مثلا نظر آقای چی میگن آقای مثلا منصور ارزی تو زمینه مداهی و اینا باسه من میتونه حجت باشه اما تو زمینه سیاسی برای من حجت اینا هم نظر شخصیشون گفتن اما طوری که شما چرا میرید پشت ای افراد و از کیسه ای افراد خرج میکنید با آبروی این افراد بازی میکنید شرم بر شما باد اینجا عکس جواد زیر سکه من این قمی هم. یعنی اینا واسه بسیج نیرو خودشون دلغه کردن اسکول کردن البته اصلش اشکول بوده یه نخست وزیر بعد پتپوزی داشتن سگونیستا زمون شاه اشکول اسمش بود <applause> بعد شد اسکول اشکول ما با قیافه اشکولت <applause> ببین چیکار کرده خودش اشکول کرده ولی آیا تونستن موج انسانی ایجاد کنن؟ نه اینه که دوستان عزیز دل خوش دارید و با امید خدا این انتخابات به نفع جریان انقلابی و آقای جلیلی به پایان میرسد و احتمالش هم خیلی زیاد است که انتخابات به دور دوم بکشد این احتمال هم هستش من. ولی مردم کف خیابون و اینا با آقای جلیلی علاقه منت هستن و بالاخره ما زیاد دیدیم حالا پنا بر خدا امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی این یه روز مونده در از صورت هم این هم که آقا بحث مرگ و زندگی هم نیست پزشکیان هم در بیاد بحث مرگ و زندگی نیست برا رو تو زمینه اقتصادی خواهی ما همیشه خونم دنبر بیدم هنم و اقتصاد ما هشتاد سال تورمی و بالاخره میدونی دیگه همینه پزشکیان هم بیادم هم همینه مرگ و زندگی نی تو بحث مسائل ژئوپلیتیک و محور مقاومت این سیاست ها تعریف شده نظامه که رئیس جمهور معلی از اعراب نیست هیچ رئیس جمهوری در ایران تو زمینه تصمیمات کلان نظام معلی از اعراب نیست اون زمان که حسن که دیگه غرب گراتر بود خیلی نگران بودن با اومدنش تو سال 92 ممکنه جپه سوریه فرو بریزه ولی آیا اینطور شد؟ نه جپه مقامت کارش انجام میده این اصلا این چیزا در اختیار رئیس جمهور نیست رئیس جمهور آقا کار اجرایی تو کشور بالاخره نون آب مردم رو باید جور بکنه همین تصمیمات که خدای شد که سیستم کشور ما اگر همه قدرت اینطوری جابجا میشد چیزی نه از تاک مونده بود نه از تاک نشان خیال تو راحت بالاخره او اقلای قوم امام خمینی بالاخره یه سیستمی رو طراحی کردن که با این دلغک بازی های لیبرالیست بازی و پوپولیستی و فریب دادن مردم کشور از دست نرود ببین دشمن دشمن آمریکا اسرائیل هم پول دارن هم رسانه دارن لیبرال ها سرمایه های این دشمنن پس با پولشون و رسانشون کمک میکنن به این لیبرال ها که مغزهای بخش مهمی از ایرانیان رو چکار کنند تحت تاثیر قرار دهند تا اون مغزها به کی رای بدن به حسن قلی و لیبرال ها رای بدن جواد زلیل و پزشکیان و اینا حالا فکر کنید ما در این جنگ قرار داشته باشیم و همه قدرت با این مسخره بازی لیبرالیستی بخواد تغییر کند چی از ایران باقی مونده بود یه لحظه چشاتون رو ببندید و به این مسئله فکر کنیم اینه که برای هیچ ناراحت نباشید و رئیس جمهور در این مملکت مسائل کلان و راهبردی رو تأثیر گذاره چرا میتواند بالاخره این سرعت رو زیاد کند می هم بالاخره یک کمی کند کند اما در راهبرد کلان کشور خوشبختانه هسته سخت قدرت در ایران تصمیم گیری می کند که تصمیمم گرفته شده از 45 سال به دینسو و داره طبق این تصمیمی که گرفته شده است داره به پیش میره بحث مرگ و زندگی نداریم آقا ناامید نشید سرخورده نشید احساساتی هم نشید نه قرار ایران یک شبه دا ویران شود نه قرار ایران یک شبه گلستان شود هر کس میخواد بیاد اینه که اگر قرارم از کسی حمایت کنیم با چشم باز حمایت میکنیم منطقی حمایت میکنیم همون شخص هم زیر نظرمونه کافی پاک هج بذاره داریم سیش به کاسکلی ما چک سفیدم به کسی نمیدیم آقا اینطور نیست ما مالکشی کسی رو بکنیم آقای اکبر رایفی پورم اومد و دیروز اطلاعیه داد و از آقای جریلی حمایت کرد و در توییتش نوشته که یه مقداری من یکمی کمی حرف دارم به این توییت جپه صبح ایران ضمن عرض احترام به همه کاندیدای عزیز و وادارانشان و پس از برگزاری جلسات متعدد ضمن پایبندی به گزینه نهایی جپه انقلاب در صورت معرفی و اعلام از آنجا که متاسفانه تا این لحظه این امر صورت نگرفته است و از طرفی عملا فرصتی نیز باقی نمانده است حمایت خود را از آقای دکتر جلیلی اعلام می کند خب سالین جپه صوف ایرانی که اساس شگیریش بر زدیت و, دش... و به قول معروف رقابت با آقای قالیباف به وجود آمده است چطور تا کنون سب کردید که بینم به اجماع برسد و ما یعنی اگر به قول معروف شما دوباره به قالیباف رأی میدادید این تضاد نداشت این پارادکس نبود این جای حرف حدیث نمیذاشت قالیباف در زعامت یک نماینده نه حتی هم رئیس مجلس یک نماینده به درد نمیخورد اما در زعامت رئیس جمهور خوب است خب تناقض آقای رایفی پور ولی از اینکه بازم حمایت کردید از آقای سعید جلیلی دمت گرم و تشکر میکنیم و دوست داریم آقا بقیه کنشگران سیاسی هم بیان وسط و قاطعانه حمایت کنن از سعید محمد من چیزی ندیدم و ندیدم که ایشون از آقای جلیلی حمایت کنه دوستان اگر شما دیدید تو کامنت ها بنویسید و این اینم بازم خودش یه عیب دیگری است و منطقا با توجه به اینکه تو جریان صبح ایران سید محمد و رایفی پور بالاخره اینا شاخص بودن حکم با معروف منطق ایجاب میکرد که خود ایشون و رایفی پور میومدن و با همدیگر این اطلاعیه رو میدادن این صحبت رو میکردن و با توجه به اینکه آقای محمد نیستش خب این شاعبر هم به وجود میاره که گویا ایشون مخالفه اصلا از اعلام موزه نسبت به انتخابات ریاست جمهوری همچین چیزی من فکر کنم حالا شاید هم اشتباه کنم و ایشون موزه گیری کردن من ندیدم در از صورت تو کامنت ها بنویسید دوستان عزیز که آیا شما چیزی از سید محمد دیدید که از آقای جلیلی یا قالیباف حمایت قالیباف قطعا از قالیباف حمایت نخواهند کرد ولی شما آیا دیدید که ایشون از آقای جلیلی حمایت کنن بله خب دوستان برنامه ما به پایان رسید ایران ما به پیش میره چه با حضور پزشکیان چه با حضور جلیلی چه با حضور قالیباف و از همه موانع هم به سلامت عبور خواهد کرد اسیر فضای هیجانی و احساسی نشیم ناامید نشیم من خیلی امیدوارم و امید دارم سرانجام آقای سعید جلیلی دکتر سعید جلیلی رئیس جمهور آینده ایران بشه حالا در مرحله اول نشد انشالله در مرحله دوم میریم به سمت فتح پاستور قربون تو برم سپاس از مهرتان پیروز باشید